اینجا لندن است رادیوی بی بی سی تهران خانم آقایان سلام صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر من علی حمیدانی هستم این چشم انداز بامدادی با بی بی است بسیار خوش آمدید در برنامه امروز صبح <applause> معترضان طرفدار حکومت در برابر تصمیم حکومت بعد از هفته ها اعتراض به بازماندن اماکن مذهبی شیعیان در قم و مشهد دیروز سرانجام این اماکن تعطیل شدند اما قومی ها زیر بارش نرفتند و در ورودی آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان را شکستند میپرسیم چرا از رهبر نظام گرفته تا ویروس کرونا کسی جلودار این افراد نیست افزایش جهانی آمار مبتلایان از کابل گرفته تا تهران از میلان تا مادرید از لندن تا واشنگتن همه متحیر از آن چه که رخ میدهد بریتانیا خود را آماده دست و کردن با دست 8 میلیون بیمار مبتلا به ویروس کرونا میگویند از افغانستان هم برایتان میگوییم همه پس از مشروع خبرها از میناجور شوند سلام و صبح بخیر. فرانسه آخرین کشوری است که برای مقابله با بیماری کووید 19 به قرنطینه ملی می رود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی وضع کنونی را جنگی توصیف کرد و از مردم خواست از امروز سهشنبه در خانه هایشان بمانند. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. آقای مکرون اعمال محدودیت شدید بر رفت و آمد به مدت 15 روز بر پایه بیمارستان نظامی در مرز با آلمان بستن مرزها و تعویق دور دوم انتخابات محلی را از جمله اقدامات دولت فرانسه برای مقابله با ویروس کرونا برشمرد در بریتانیا بوریس جانسون نخست وزیر کشور شب گذشته از مردم خواست سفرهایشان را لغو و دیدارهایشان را محدود کنند اما از ممنونیتی سخن نگفت مقامات ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند با مرگ 349 نفر دیگر در کمتر از 24 ساعت تعداد موارد مرگ بر اثر ویروس کرونا در این کشور به بیش از 2100 نفر رسیده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران آخرین آمال دولتی مبتلایان به ویروس کرونا را 14991 نفر اعلام کرده. به گفته ای کیانوش جهانپور تا کنون 853 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. روز گذشته اعلام شد هاشم بطای گلپایگانی نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و فری برز رئیستانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران نیز به علت ابتلا به این ویروس درگذشتند. اما پس از مدت کشاگش درباره تعطیلی اماکن در پای چهار مکان مذهبی به روی زائران بسته شد اقدام حکومت برای بستن حرم امام هشتم شیعیان در مشهد حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران در قم و حرم عبدالعظیم در شهر ری اعتراضاتی در پیدا داشته است یک مطالعه مشترک پژوهشگران در دانشگاه لیز و اتحادیه اروپا با استفاده از داده های بانک جهانی به بررسی درآمد اخشار مختلف در 86 کشور و اینکه آنها چطور این پول را خرج می کنند پرداخته نتیجه این تحقیق نشان می دهد پولدارها از مقصران اصلی وقوع بحران اقلیمی هستند امیر پیام از واشنگتن گزارش می دهد. پژوهشگران از داده های اتحادیه اروپا و بانک جهانی برای این مقایسه ها استفاده کردند. آنها متوجه شدند هرچقدر که آدم پولدارتر پول دارتر می شوند، میزان مصرف انرژی آنها هم بالاتر می دابد. محققان این مدل را در همه کشورها تقریبا یکسانی یافتند و نتایج هم همگن با تحقیقات قبلی بود. برای مثال یک پژوهش قبلی در بریتانیا نشان داده بود که 15 درصد از ماهدارها حدود 70 درصد پروازها را انجام می دهند، در حالی که 5 و درصد مردم بریتانیا اصلا وسعشان به سفر خارجی نمی رسد. شروند. چشم ونده چهشمن رادیوی رادیویی فارسی BBC است. صبح 27 امین روز از اسفند همه شما شبانگر عزیز به خیر در این 17 روز از ماه میلادی مار سلام میکنم بهتون علی حمدانی هستم با احتساب امروز سه روز مونده تا سال نو تا نوروز دلنگیز امروز آخرین سه شنبه سال یعنی امشب شب چهارشنبه سوریه دیگر عزیز شاید که از متفاوت ترین چهارشنبه سوری ها در تاریخ نوروز ویروس کرونا همه جهان رو وادار کرده از کنار هم بودن فعلا صرف نظر کنند در بریتانیا نخست وزیر دیروز بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از مردم خواست تا در خانه ها بمانند او گفت در روزهای آینده شمار مبتلایان و قربانیان فزونی میگیرد ایتالیا دیروز شاهد جهشی چشمگیر در شمار قربانیان بود فرانسه مرزهایش را بر جهانیان بسته و محدودیت های شدیدی در حوزه شنگن وضع شده اقتصاد در تب کرونا میسوزد و مردم نگران از آینده مهنوش پورزیایی گزارش میدهد این ویروس را دشمن نامرئی آمریکا نامید. تنها لحظاتی پس از این سخنرانی بازار سهام آمریکا با دوازده درصد سقوط بدترین لحظات خود را پس از آغاز بحران کرونا تجربه کرد. رئیس جمهوری آمریکا که یک شنبه شب وضعیت اضطراری ملی در پنجاه ایالت این کشور اعلام کرده بود به شهروندان آمریکا هشدار داده ممکن است این وضع تا آخر تابستان امسال به طول بیانجامد شماره مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا تا دوشنبه بعد از ظهر 16 همه مارچ به بیش از 4500 نفر رسیده. در این کشور 71 نفر هم تاکنون کنون جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حال آقای ترامپ گفته دولت بنا ندارد مثل کشورهای اروپایی قرنطینه ملی وضع کند و منعه آمد و شد احتمالاً بیشتر در نقاط تمرکز ابتلا به ویروس اجرا می شود. پیشتر رئیس سازمان بهداشت جهانی تدروس گبریسوس از دول جهان انتقاد کرده بود و گفته بود آنها برای مقابله با پاندمی کرونا اقدامات کافی را انجام ندادند. آقای گبریسوس خواستار افزایش برنامه دولت ها برای آزمایش کرونا در میان شهروندان شده است. اروپا نیز که به گفته این سازمان حالا کانون پاندمی کرونا شده، اعلام کرده مرزهای خود را به تمام سفرهای غیر ضروری خواهد بست. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه بعد از کنفرانسی میان رهبران هفت کشور صنعتی جهان اعلام کرد هرچه سفر کمتری انجام شود ویروس بیشتر محدود خواهد شد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه کشورش را در وضعیت جنگ توصیف کرد و از مردم این کشور خواست دست کم برای پانزده روز در خانه هایشان بمانند و تنها برای انجام امور ضروری از خانه خارج شوند در فرانسه تا کنون بیش از 5300 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و دست کم 127 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به آن از دست دادند. در آفریقا دست کم سی کشور از 54 کشور این قاره از موارد ابتلا به ویروس خبر دادند. در این میان خبر ابتلا به کرونا در سومالی که دهه ها در جنگ داخلی گرفتار بوده و نظام درمانی ضعیفی دارد نگرانی های زیادی ایجاد کرده. تانزانیا، لیبریا و بنین نیز روز دوشنبه اولین موارد ابتلا به ویروس را گزارش کردند. همزمان امارات متحده عربی دو هواپیمای باری را با 32 تن تجهیزات و اقلام پزشکی از جمله دستکش و ماسک به ایران فرستاده تا به مقابله با ویروس در این کشور کمک کند. بر اساس گزارش دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تا کنون 174 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 6700 نفر بر اثر ابتلا به آن جانشان را از دست دادند. مهنوش پورزیای گزارش میداد در ایران روز گذشته حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران از مردم خواسته در خانه ها بمانند آیت الله خامنه ای هم دستورات قرارگاه موسوم به قرارگاه کرونا را لازم اجرا کرده پس از مدت و اخبار زد و نقیز درهای چهار مکان مذهبی ایران برای مقابله با شیوع گسترده کرونا به روی زائران بسته شد حرم امام هشتم شیعیان در مشهد و حرم خواهر او در قم و مسجد جمکران در همین شهر و همچنین شاه عبدالعظیم در شهرهای از جمله این مکانها ها بوده همزمان گزارش ها درباره شکسته شدن در آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان از سوی شماری از زائران به بسته شدن این مکان منتشر شده معترضان که به نظر از طرفداران حکومت بودند حیدر در, هی در گویان با فریاد کوشیدن درها را بشکنند باران عباسی و نگاهی به یک روز پر بحران دیگر در سایه کرونا در ایران قوم حرم حضرت معصومه ساعتی بعد از بسته شدن درها برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا <applause> پس از سه هفته مقاومت مقام های مذهبی شهر در مقابل درخواستا برای تعطیلی مراکز پر رفت آمد. <تصفيق> <تصفيق> بعضی از این مترزان نهایتا درها را شکستند و وارد حرم شدند. در شهری که شاهد اولین موارد کرونا و گسترش آن به سراسر سر ایران بود. <applause> بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 129 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از هزار مبتلا شناسایی شدند. به این ترتیب شماره رسمی کل جان به 853 نفر رسیده و ابتلای نزدیک به 15 هزار نفر هم تایید شده. یک سوی ها هم بهبود یافتند های بهداشتی رو مراعات کنن با این حال حسن روحانی ابراز و امیدواری کرده که ایران از نقطه اوج این بیماری عبور کند آمار و ارقام امیدوار کننده است و امیدواریم اون چه که در این جلسه گفته شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک حالا خود آقای دکتر نمکی هر زمان لازم دیدن این رو توضیح بدن برای مردم این هم برای ما بسیار امیدوار کننده بود این در حالی است که بعضی از مقام ها پیشتر گفته بودند که بحران دست کم چند ماه ادامه خواهد داشت از جمله رئیس صدا و سیما و این نقل قول او از وزیر بهداشت جناب آقای وزیر در شورای امنیت ملی توضیح دادند که اگر همه چیز خوب جلو بره بیست فروردین به می میرسیم و شروع میکنیم افت کردن و دو ماه بعدم هنوز درگیر مثل همه ساله حسن روحانی امروز بار دیگر از مردم خواست در خانه بمانند او هشدار داد کسانی که مسافرت کنند در خروجی بعضی جاده ها قربالگری می شوند انشالله از فردا در خروجی در جاده هایی که اعلام میشه کنترل میشن مردم از لحاظ تب و با وسایل تبسنج و تبگیری که در اختیار دارن مردم کنترل میشن با این حال حکومت همچنان اصرار دارد که هیچ شهری رسما قرنطینه نیست هرچند که بعضی از صاحبان کسب و کار مجبور به بستن مغازه هایشان شدند بعضی از خیابان ها جاده ها و اماکن عمومی هم بستند حرم امام هشتم در مشهد هم تا پنجم فروردین تعطیل شده در شهری که وضعیت بیماری در آن رو به بدتر شدن میرود تاسفانه روند میزان بستری و ابتلا در شهر مشهد و استان خراسان رضوی از لحاظ کرونا رو به افزایش است تعداد قابل توجه و اکثریت مواردی که مبتلا میشن منشأ خارج استانی دارند اصرار مقام ها به شهروندان برای ماندن در خانه بدون اعمال سیاست قرنطینه بعضی اما ناگزیر در صف برای تهیه مواد ضروری بعضی هم پشت دیوارها اما در کنار هم در همخانی سرودی که همه ایرانیان را به هم پیوند می دهد. همکارم باران عباسی گزارش میداد اجازه بدید که با مهدی مهدوی آزاد صحبت بکنیم آقای مهدوی آزاد صبح شما در بن آلمان بخیر از آیت الله خامنه گرفته تا فرمانده سپاه آقای حسین سلامی تا پزشکان از مردم خواستند در منزل ها بمونند چه شده که این معترزانی که ابتدای گزارش باران همکار ما هم شنیدیم به نظر میاد که طرفداران حکومت هستن به نظر میاد که حرفشنوی دارن حداقل از آیت الله خامنه دیروز رفتن در آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان رو شکاندن به اعتراض که او خودش شفا میده چه اتفاقی افتاده که حالا حفشنوی از ارشدترین مقام سیاسی هم وجود نداره در چنین شرایط بحرانی البته اگر اکانت های نزدیک به سپاه پاسداران از اون دو کانال رسمی تلگرامی یا سپاه و سپاه قدس رو نگاه بکنید اینا الان دوران به شدت تبلیغ میکنن که این کسانی که ریختن در حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا اینها به طرفداران آیت شیرازی بودن چیزی که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بهشون میگوید شیعه انگلیسی و چند سالی از هدف جدید حکومت شده مونتا چهرههایی که در ویدیوها منتشر شده واضحه است اینها عناصر خیلی تندروی نزدیک به بسیج در قم هستند در ویدیو هم شما میبینید اون که داره دعوت به در واقع تحسن میکنه در مقابل حرم حضرت معصومه قبل از شکستن درها به صراحت میگوید بچه بسیجی ها بچه مسلمان ها من طرفداران ولایی شما بیاید جمع بشید ببینید واقعیت این هستش که میگن مار در آستین پروراندن این اصرار آیت الله علی خامنه ای بر یارگیری از نیروهای فوندامنتال بنیادگرای مذهبی تقویت عجیب غریب اونها و بعد این بودجه عظیمی که در قالب فعالیت های اقتصادی به بخش های مختلف حوزه علمی قوم و روحانیون تزریق شده کارخونه هایی که اونها دارن باعث شده که ما یک در شهر به هزار چهره یک شهر فرنگ داشته باشیم در قوم بخش های از نیروهای رادیکال مذهبی هم الان پشت پرده حتی از علی خامنه ای هم انتقاد میکنن در ماجرای برجام هم شما دیدید تمام ساختار نظامی امنیتی حکومت در سال 894 آمد پشت سر برجام باز دیدید خیلی ها بلند شدن با آقای خامنه ای انتقاد کردن حکومت مجبور شد ادعیشون رو حتی در انتخابات بعدیش رد صلاحیت بکنه بنابراین فکر می این ماریس که در آستین پروروندن در واقع جمله خیلی معروفی هست میگه همیشه تندروها یک تندرو تر از خودشون رو تربیت می کنن. همیشه رادیکال ها روزی توسط شاگردان خودشون به محافظه کاری متهم خواهند شد این سیستمی که همیشه در تاریخ بوده در انقلاب هایی که در شرایط انقلابی سرکران خودشون نگه دارند تکرار شده و فکر میکنم این فوندامنتالیزم مذهبی هرچند حکومت سعی میکنه دوباره گردن آمریکا انگلیس نمیدونم دشمن بندازه و میگه اینها خودی نیستن اینا بخشی از همون نیروهای لباس شخصی معروف به انصار حزب الله هستن میبینید شعار معروف هیدر, هیدر رو استفاده میکنن که شعار کلاسیک انصار حزب الله دو از انصار حزب الله هم با چماق میخواد معترضین رو بزنه و با موتور در خیابون ها مانور میده هزاران ویدیو وجود داره همیشه میگه هیدر هیدر میبینید همینا الان دارن به ضد حکومت و به ضد رهبری جمهوری اسلامی تبدیل میشن آقای مهدوی آزادی بخشی از کاری که برحال به نظر میرسه که حاکمیت پشتش هست به موازات تلاش های بهداشتی که میشه سیستم پزشکی تلاش های سیاسی هستش تلاش های تبلیغاتی هستش اینکه در شبکه افق تلویزیون ایران میان صحبت از این میکنن که ویروس کرونا میتونه در یک آزمایشگاه آمریکایی ساخته شده باشه بگیرید تا صحبت های دیگه تلاش برای ساختن واکسنش توسط لابراتور های مثلا بیمارستان بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران این که حاکمیت داره سعی میکنه بگه که در مدیریت بحران موفق بوده در جناهای مختلف تا چه اندازه این تلاش ها رو شما موفقیت آمیز میدونید از جانب حکومت ببین اول بگم یه بخشی به فراگیری بسیار عظیم ویروس باعث شده بخشی از فشارهایی که در دو هفته اخیر روی حکومت بود برداشته بشه نمونهش هم این هستش که روز دوشنبه شما از دو جبهه دو جبه متضاد شنیدید که حالت جنگی گرفتیم هم حسین سلامی در تهران گفت هم پرزیدنت مکرون در فرانسه گفت ما جنگی گرفتیم یا دو تا رئیس جمهور در دنیا گفتن ما سیاست قرنطینه رو قبول نداریم قرار نیست اجرا بکنیم صرف نظر از بریتانیا یکیش رئیس جمهور ایران حسن روحانی بود دیگری آمریکا ترامپ همین باعث شده کمی فشار کم بشه مون تو تاثیر در واقعیت نداره به رغم واقعیت هستش که به حکومت همچنان از چند پارشگی رنج میبره و واقعیت دوم این هستش که سعی میکنه از این مسئله ب... یا با استفاده از این فرصت اهداف ایدئولوژی خودش رو دنبال بکنه در راستش هم همون تئوری توته است که شما گفتید ذره به ذره اقدامات حکومت که حالا ظاهرا از حمایت چین هم برخوردار شده از خارج چین هم داره تقریبا یعنی چیزی رو مطرح میکنه در واقع یه باز کردن یک جبهه جدید هست استفاده از فرصت مرگ عمومی استفاده از فرصتی که خیلی ها با مسئله آنفولانزا بعد از جنگ جهانی اول آنفولانزا اسپانیایی مقایسه کنندش برای باز کردن یک جبهه ایدئولوژیک علیه جهان غرب است من فکر نمی کنم بسیار موفق باشه یا خیلی موفق باشه یا حتی موفق باشه اما فکر می کنم میتونه تا حدی با استفاده از این در واقع من منحرف کردن از خانه عمومی حکومت رو از زیر ضرب فشار انتقادات افکار عمومی خارج بکنه کمی فشارهای مردم رو در واقع کم ام بکنه و بخشی از مردم رو حداقل به جای اینکه نگاه بکنن به اینکه حکومت عمل کردش چه هست و چطور داره رفتار میکنه رو در واقع نگاهشون رو منحرف بکنه به سمت توهم توته تئوری های توته یا چیزهای آقای مهدی بهزاد وقتی اون بسیار محدود است اما دوست دارم این سال رو ازتون بپرسم بعد از عبور از این بحران حکومت رو چطور میبینید بسیار که من نمیدونم آینده چه خواهد شد نمیدونم چه تعداد کشته خواهیم داد اما همین الان شرایط اقتصادی رو که نگاه میکنید شرایط سیاسی رو نگاه میکنید به نظر میرسه ایران بعد از در واقع این فاجعه با ایران قبل از اون فرق داره ایران بعد از کرونا با ایران قبل از کرونا فرق داره به همون نسبت جمهوری اسلامی ما حتی نمیدونیم الان آیت الله مرد ما حتی نمیدونیم کرونا قرار هست آیا باز هم از آیت های بزرگ از رهبران کهن سال جمهوری اسلامی قربانی بگیره یا نگیره اما چیزی که من میفهمم جمهوری اسلامی چارچوب امنیتیش، چارچوب سیاسیش و از همه اینها مهمتر چارچوب اقتصادیش و رابطش با طبقات محروم بعد از کرونا به شدت متفاوت خواهد بود با اون چیزی قبلش. سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد روز بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم و سال نو شما هم مبارک هی دارم تلاش میکنم تاکید بکنم که سال نو هم داره میرسه انقدر خبرها بعده که شاید این دریچه امیدی باشه میخواستم از همه شما دعوت بکنم تا در این برنامه شرکت بکنید یواش یواش دوست دارم ازتون بپرسم آرزوتون برای سال تازه هشت، چه هست سال گذشته رو چطور بررسی میکنید و سال آینده رو چطور میبینید لطف کنید با ما تماس بگیرید از امروز به بعد دوست داریم که نظر شما رو بشنویم و بدونیم در مورد سال نو دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما. بامدادی at BBC شما بام دادی@ bbc.co.uk دوفر4 و4 سی70 49 22 22, 22 بی بی سی شما شناسی ماست ما در تلگرام سال آینده رو چطور میبینید بریم سراغ سایر خبرهای ایران در ایران در یک نگاه همکارم ناصر مدنی مشاور رئیس جمهوری ایران سخنان نقل قول شده از حسن روحانی درباره گذشتن از دوران اوج ویروس کرونا در ایران را تحریف آشکار خواند و گفته رئیس جمهوری تنها گزارش وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا را امیدوار کننده خوانده بود وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به خانواده مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز میگوید محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی با وسیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است این وبسایت به نقل از محمد جلیلیان وکیل محمد حسین کروبی نوشته که علت بازداشت فرزند مهدی کروبی انتشار نامه های انتقادی پدرش به رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی عنوان شده است نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در پی نگرانی ها درباره گسترش ویروس کرونا دست به اعتصاب غذا زده است خانم ستوده در بیانیه ای از زندان اوین گفته در بحرانی که جهان و ایران را در بر گرفته همان نهادهایی که به گفته او امنیت کشور را بر هم زدند همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی اصرار می کنند و این فاجعه را و گسترده تر می کنند. و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به انتقادات درباره پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین از زمان آغاز شیوع کرونا در این کشور پاسخ داده است او گفته از زمان شتاب این بیماری در چین و با ابلاغ مصوبه لغو پروازها از ایران به چین هیچ پرواز مسافری به این کشور انجام نشده او درباره ادامه پروازهای باری هم گفته فقط برای اقلام مورد نیاز بخش بهداشت و درمان این پروازها ادامه داشته مرور مطبوعات امروز صبح تهران با فرشته قاسم بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع می با پیامد عدم مدیریت بحران از جهان سنت نسخه روحانی امید درمانی از آفتاب یزد و چهار راهکار برای بهبود اقتصاد ایران در شرایط کرونایی از ستاره صبح پیامد عدم مدیریت بحران از دیدگاه روزنامه جهان سنت چه بوده مصطفی قلیما در این روزنامه به بی‌اعتمادی جامعه اشاره کرده و معتقد که یک شبه رخ نمیده و ظرف 50 سال گذشته به طور مستمر و مدا در جامعه شکل گرفته نویسنده ادامه داده که بارها برای مردم سوال شده چرا از همون اول دولت شهر قوم رو قرنطینه نکرد پاسخ این سوال با کمی تعمل واضحه برای اینکه دولت توانایی این امر رو نداشت اگه به طور کامل یک شهر رو قرنطینه میکرد باید طبق استاندارد بین المللی برای تک تک خانه ها اقلام خوراکی و بهداشتی ارسال میکرد در حالی که دولت حتی نمیتونه ماسک رو به صورت صحیح در بین مردم توضیح کنه و این همه ماسک های احتکار شده که اعلام میکنن پیدا شده معلوم نیست چرا اونها هم به بازار تزریق نمیشن نویسنده در ادامه به خبرنگارانی اشاره کرده که در این بحران صدای مردم شدن خود را در مرز های روانی قرار دادن و نوشته که دولت حتی برای اونها هم بسته تشویقی حمایتی در نظر نگرفته و حتی به جای رایگان کردن پول آب و برق از کیسه خلیفه صاحب خونه ها میبخشه در صورتی که پول برق هر خونه هر چقدر هم که باشه دولت موظف به صورت رایگان برای دو ماه عرضه بکنه بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد و این تیتر نسخه روحانی امید درمانی روزنامه آفتابی از تیتر یکش هست این مطلب از امید های رئیس جمهور نوشته برای عبور از کرونا و تاکید بر روال عادی که به نوشته این روزنامه با اظهارات و آمارهای وزارت بهداشت همخوانی نداره آفتابی از نوشته به نظر میرسه امیدواری های روحانی چندان بر اساس داده ها نیست و این رویه امید بخشی و گفتار درمانی به بخش مه ولی در سیاست های او تبدیل شده به نوشته روزنامه آفتابی از با نوع مدیریتی که دولت دوازدهم در پیش گرفته جامعه هم در وضعیتی قرار گرفته که با گذر از بحران کرونا امیدوار باشه زود به روزی برسه بدون اینکه چالش دیگری ای رو در دوره ریاست جمهوری روحانی تجربه کنه دوره ریاست جمهوری او تمام بشه و بریم سراغ روزنامه ستاره صبح و چهار پیشنهادش برای اقتصادی که قربانی کرونا شده وحید شقاقی در این روزنامه به اقدام که مرکزی آمریکا اشاره کرده در کاهش دادن نرخ بهره تا سطحی که به صفر رسونده این رو اقدامی بی سابقه خونده که حتی در زمان بحران آمریکا و جنگ جهانی هم اتخاذ نشده بود و نوشته ایالات متحده دریافته که ضربه اقتصادی در راه و دنیا با خطر بزرگی روبرو و کشور ما هم باید اتفاقات مشابهی رو در پیش رو قرار بده و برنامه مشخص برای خروج از رکود و حل مشکلات موزلاتی که در ماههای آینده شاهد خواهیم این تدارک ببینه دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت شنوندگان عزیز صبحتون به خیر اجازه بدید که پیش از اینکه مجددا باز گردیم به خبرهای مرتبط به شیوع و ویروس کرونا به اسرائیل بریم رئیس جمهوری این کشور رسما بنیگانتس رقیب بنیامین نتانیاهو و رهبر حزب آبی و سفید را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرده آقای برای تشکیل دولت جدید اسرائیل پس از آن اعلام شد نامزدیش که حزب راستگرای اسرائیل خانه ما و فهرست مشترک احزاب عرب از نخست وزیری آقای حمایت کردند اسرائیل حدود دو هفته پیش سومین انتخابات پارلمانی خودش رو برگزار کرد هنوز مشخص نیست که آیا این نامزد تازه بتواند موفق به تشکیل دولت اطلافی بشود یا نشود کام فتا گزارش روین ریبلین رئیس جمهوری اسرائیل در کنار بنیگانس رهبر حزب میان روی آبی و سفید که مأمور تشکیل دولت آینده شده. موفقیتی برای این سیاستمدار تازه کار که حالا 61 عضو پارلمان از مجموعه 120 عضو به طور اصولی از نخست وزیریش حمایت کردند. برای کنار زدن بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر از قدرت. جنگ قدرتی سخت در شرایطی که اسرائیل با بحران احتمالی کرونا هم روبروست. این بنی در کنفرانس خبری روز دوشنبه در بیت المقدس اسه من هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد که یک دولت ملی میهم پرست و فراگیر را در کمترین زمان ممکن تشکیل دهم. دولت من به همه رای دهندگان از طیف راست و طیف چپ لیکود و آبی و سفید خدمت خواهد کرد. את בוחרי כלל המפלגות מימין ומשמאל. ישראל به בראשיתו של משבר עמוק. اسرائیل در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. الان هزاران خانواده در خانه های خود در حال انزوا و نگرانی به سر میبرند. نگرانی درباره اینکه خود و فرزندانشان را از این ویروس ترسناک محافظت کنند. هم و الاتمام. اولین جلسه پارلمان جدید اسرائیل اما به طور متفاوتی برگزار شده مراسم سوگند نمایندگان در گروه های سه نفری انجام شده از بیم ویروس بینیمی. کرونا گنت. تا به حال بنابر آمار دولتی حدود 300 مورد ابتلا به کرونا در اسرائیل شناسایی شده دولت مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کرده تجمعات افراد هم به زیر ده نفر محدود شده مسافران خارجی باید در بدو ورود به این کشور چهارده روز خودشان را قرنطینه کنند در این میان جلسه دادگاه نخست وزیر اسرائیل هم به خاطر شیوع کرونا دو ماه به تاخیر افتاده خبری نسبتا خوش برای بنیامین نتانیاهو که با اتهامات فساد مالی روبروست اتهاماتی که آن را بیاساس میداند اعطای مأموریت تشکیل دولت آینده به رقیب آقای نتانیاهو ضربهای است به موقعیت این سیاستمدار کهن کار هرچند هنوز روشن نیست که بنی در مأموریتش موفق شود این جنرال بازنشسته و فرمانده سابق ارتش با احزاب دیگر مذاکرات سخت و فشرده ای را در پیش دارد. رهبران احزاب کوچک و بزرگ از جناه راست و چپ و حتی احزاب عرب اسرائیل که حالا برای پایان دادن به یک دهه سلطه بنیامین نتانیاهو بر عرصه سیاسی این کشور فرصت تازه ای پیدا کردند. حدود دو هفته پس از آنکه اسرائیل سومین انتخابات خود را در ظرف کمتر از یک سال برگزار کرد. کامیز فتایی گزارش میداد صبح همه شما شنوندگان عزیز هر کجایی که هستید به خیر امیدوارم حال احوالتون با وجود همه آنچه که میشنوید خوب باشه نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر فرانسه آخرین کشوری است که برای مقابله با بیماری کووید 19 به قرنطینه ملی میرود امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی وضعیت کنونی رو جنگی توصیف کرد و از مردم خواست از امروز سه شنبه در خانه هایشان بمانند سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم آخرین آمار دولتی مبتلایان به ویروس کرونا رو 14991 نفر اعلام کرده تا کنون 853 نفر آنطور که دولت ایران میگه بر اثر این بیماری جان باختن و در این 27 مین روز از اسفند ماه شمندگان عزیز بشنوید که لندن دمای هواش حالا 6 درجه است ابریز با وجود اینکه قول داده بود آفتابی بمونه تهران حالا که با شما صحبت میکنم بارانی و بهاری است دمای هوا حالا 14 درجه است بالای صفر تبریز 7 مشهد 14 رشت 8 کرمان 9 اسفهان 8 بندر عباس 21 کابل 10 مزار شریف 19 هرات 13 و دوشنبه 13 درجه است بالای صفر هر جا که هستید همانجا بمانید شاید امسال از سفرهای نوروزی خبری نباشد در بر ادامه برنامه گزارش خبری رو پی میگیریم و همینطور در آستانه نوروز که فصل خوبی است برای کتاب خوندن مروری هم می کنیم یک کتاب فارسی دو... بی بی سی است که از لندن پخش می شود به افغانستان برویم در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران به صورت بیسابقه، افغان‌های مقیم این کشور در حال بازگشت به کشورشان هستند مسئولان اداره محلی هرات می‌گویند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 70 هزار نفر از ایران به کشور خودشون افغانستان بازگشتند وزارت صحت افغانستان دیروز از پنج مورد مثبت دیگر بیماری کرونا در این کشور خبر داد که با ثبت این موارد تازه شمار بیماران شناسایی شده در این کشور به 21 نفر رسیده همکارم نسرین نوا از کابل با ماست نسرین صبح بخیر شماره اعلام شده مبتلایین در افغانستان هنوز بسیار کم هست آیا مردم به این آماری که دولت میده اعتماد دارند؟ مشکل همین هست که مردم فکر میکنن آمار باید خیلی بیشتر از چیزی باشه که تا حالا اعلان شده از طرف وزارت صحت تنها مردم عادی نیست که در شبکه اجتماعی با نشر این آمار اعتراض میکنن در کنار مردم یک سری مسئولین یک سری چهره های مشهورتر مثل نمایندگان مجلس هم در این مورد اعتراض کردن موضوع همین هست که آمار تا یک حدی ضد نقیز هست مثلا ما در در سه روز گذشته هر روز آمار چهار پنج تایی بالا می رفت و در کنار اینکه موارد مثبت اضافه می شد وزارت صحت اعلام می کرد که بین پنج تا 50 و چند تا مورد مشکوک هم تحت بررسی های است. یعنی منتظر نتایج آزمایش هستند ولی دیروز یک دفعه اعلام کرد که فقط یک مورد مشکوک وجود داره و در عین حال تا دیشب تا دیروز عصر خبر این که حدود 38 نفر که مشکوک به داشتن ویروس کرونا بودند و در قرنطینه در یکی از شفاخانه‌های هرات به سر می‌بردند اینها فرار کردند پس چطور شد که اگر صبح فقط یک مورد مشکوک بود و بدون اینکه اطلاع رسانی بشه تا اصر همان روز این آمار مشکوک فقط در ولایت هرات به 38 نفر رسید که یکی از این 38 نفر هم اتفاقا مورد کروناش مثبت اعلام شده این چطور ممکنه ممکنه به خاطر همین است که مردم شک میکنند و از طرفی هم یکی از باورها این هست که چطور ممکنه که روزانه هزاران نفر طوری اعلام شده حدود پانزده هزار نفر از ایران از مرز اسلام قرعه وارد افغانستان میشن و از بین این هزاران نفر فقط تا فعلا حدود سیزده نفر کرونایشون مثبت اعلام شده که در هرات بودن و یک تعداد دیگه در ولایت های دیگه که مجموعا به 22 مورد رسیده این مم. مسائل هست که شک دامن میزنه و مردم به آمارهایی که تا فعلا اعلام شده خیلی باور ندارن چند آگاهی وجود داره درباره شیوه های پیشگیری و محافظت میشه گفت که مردم همه تقریبا اکثر مردم حداقل در کابل تا جایی که ما رفتیم دیدیم با مردم صحبت کردیم در مورد کرونا شنیدن <applause> اما متاسفانه میشه گفت که اطلاعات و آگاهی در مورد این ویروس به اندازه که باید باشه نیست من با خیلی از مردم در چند روز که به بیرون رفتم صحبت کردم میبینم که میفهمن که کرونا یک ویروس هست وارد افغانستان هم شده ولی اینکه چطور میتونم پیشگیری بکنن اطلاعات کم است به دلیل اینکه دسترسی به اطلاعات به اندازه که لازم هست همگیر نیست اونایی که دسترسی به اینترنت دارن دسترسی به برق و تلویزیون دارن از این مسائل بیشتر اطلاعات پیدا میکنن ولی در افغانستان کسانی که در منطقه دوردست هستن از این مسائل به خوبی آگاهی پیدا نمی‌کنن اگر چه دولت تصمیم گرفته کمیته‌های ویژه‌ای را در سطوح ولایات و ها تهیه کنه و اینها از مسئولین مختلف دولتی دست به اطلاع رسانی بزنن همینطور از تمام مساجد از مراکز دینی هم کمک خواسته و تقریبا حداقل در هرات اعلام آمادگی کردن تا اینکه در هایی که تا فعلا دارن یا از طریق منبرها حتی اطلاع رسانی بکنن خب دولت سعیش میکنه که از هر طریقی به مردم در مورد روش های پیشگیری و مراقبت اطلاع رسانی میکنه ولی آگاهی رسانی و این آگاهی به اندازه ای که باید باشه نیست و این یک نگرانی هست چون بل. مردم خودشان نمیدانند که چطور از خودشان مراقبت بکنن در ایران از هر کس که میپرسم با توجه به کرونا در آستانه نوروز آیا حال هوای نوروز و عید و سال نو هست جواب به مثبتی پارسال نیست میخوام ببینم در کابل چطور هست حس میکنی سال نو رو یا نه سال آخر مست هست از تو؟ دقیقا همینطور که شما گفتین در افغانستان هم هیچ حسی از سال نو نیست به دلیل اینکه اعلام شده که جشن نوروز قرار نیست برگزار بشه جشنی که هر سال هزاران نفر از ولایت های مختلف جمع میشدن در شمال افغانستان در بلخ و مراسم برگزار میکنن همینطور در کابل و خیلی از ولایت این تجمعه ها کلا متوقف شده ممنوع اعلام شده قرار نیست برگزار بشه و مردم هم به خاطر ترسی که وجود داره کمتر بیرون میرن و ظاهرا که سعی میکنن حتی دید و بازدیدهای فامیلی و دوستانا رو هم کم بکنن به این دلیل است که حال و هوای نوروزی خیلی کمتر دیده میشه نسبت به هر سال دیگه ای اب نداره نصر سال 9 به حال مبارک دیده و بازدید ماهواره ای که میتونیم داشته باشیم سپاسگزارم همکار من نسرین نوا از کابل با ما صحبت میکرد اجازه بدید سفر بکنیم به عراق و در موضوعی کاملا متفاوت و بی کرونا ارتش آمریکا قصد دارد نظامیانش را از سه پایگاه کوچکتر خود در عراق خارج کند و فرماندهی این پایگاه ها را در اختیار عراق قرار دهد این خبر همزمان با افزایش حملات راکتی به پایگاه های آمریکا منتشر شده آمریکا این حملات را به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌داند ولی می‌گوید تصمیم گیری برای جابجا جا کردن نظامیانش از ماه پیش گرفته شده و ربطی به افزایش حملات ندارد خشای جنیدی همکارم از واشنگتن و این گزارش آمریکا از تصمیم ارتش ایالات متحده برای خروج سربازان این کشور از سه پایگاه مشترک در عراق خبر می‌دهند. جابجایی نیروهای نظامی آمریکا شامل پایگاه قائم در نزدیکی مرز سوریه، پایگاه هوایی قیاره در نزدیکی موسل و به احتمال زیاد پایگاه هوایی کیوان در نزدیکی کرکوک می شود. بخشی از این نظامیان قرار است به پنج پایگاه دیگر ارتش آمریکا در عراق منتقل شوند و بخشی دیگر به خارج از این کشور اعزام خواهند شد. یک سخنگوی نظامی آمریکا این جابجایی را ناشی از موفقیت ارتش عراق در مبارزه با داعش عنوان کرده بر این اساس این پایگاه ها تحت فرماندهی عراق خواهند بود و ارتش آمریکا به مأموریت مستشاری خود در آنها ادامه خواهد داد تصمیم تازه ارتش آمریکا در حالی گزارش شده که در روزهای گذشته افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر پایگاه های آمریکایی در عراق سایه انداخته بود. آمریکا در واکنش به افزایش حملات راکتی به پایگاه هایش در حال تقویت پدافند هوایی در پایگاه هایش در اربیل و عین الاسد است. هفته گذشته پرتاب راکت به سوی پایگاه تاجی که آمریکا آن را به شبه نظامیان نزدیک به ایران نسبت داده به مرگ دو نظامی آمریکایی و یک بریتانیایی منجر شد که با حمله سنگین ایالات متحده به مواضع گروه کتائب حزب الله همراه بود. وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور یک شنبه در این باره با عادل عبدالمحدی نخست وزیر عراق گفتگو کرده و خواسته دولت عراق گروه های شپ نظامی شیعه پاسخگو کند. همکارم خشایر جنیدی گزارش میداد اجازه بدید بازگردیم به تهران برای مرور مطبوعات با فرشته قاضی. بررسی روزنامه تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با تشویش ازهان با بادمجان از همدلی ابی با احتمال بارش بادمجان از ابتکار و در نهایت هم اقتصاددان فرهنگی از اعتماد ماجرای بادمجان تقریبا یه دو روزی هست که به جان مطبوعات ایران افتاده شبکه اجتماعی رو بذاریم کنار روزنامه همدلی مطلبی داره زیر عنوان تشریش اصحان با بادمجان علی نامجو در این روزنامه به احسار سازندگان ویدیوهای بادم جانی اشاره کرده و به نقل از مرتزا شهبازینی رئیس اتادیه سرسره کانون های وکلا کشور نوشته که اگر در بادی امر هم در نیابیم که این ویدیو یک اقدام هنری غیرواقعیه نهایت اینطور میشه تصور که از بالای یک ساختمان دارن بادمجان پرت میکنن بنابراین اقدام صورت گرفته است و این جوان ها قطعا مصداق جرم یا تشویش از خان نیست به صورت متعارف نه آسیبی به اذهان عمومی زده نه کسی رو مسترب کرده مگر در مورد فردی که اونقدر ساده باشه که گمان دیگری از تماشای این ویدیو به ذهنش خطور بکنه آقای نامجو در ادامه از جای خالی هیئت منصفه در رسیدگی به عموم جرایم نوشته و اینکه در خصوص چنین اتهاماتی باید هیئت منصفه وجود داشته باشه که دیدگاه اعضای اون تا حد زیادی به نظرات میانگین افراد جامعه نزدیک تره روزنامه ابتکار هم مطلبی داره زیر عنوان ابری با احتمال بارش بادمجان جان و داستانی از چرایی باور پذیر بودن چنین اتفاقی در ایران نوشته و اینکه چرا رسانه ها یعنی برخی رسانه ها چنین خبری رو با شگفتی منتشر کردن به اون دامن زدن چی شد که ایده این امر رو واقعی پنداشتن خانم داستانی اینطور پاسخ داده که پاسخ این سوال رو در بحران زدگی جامعه ایران میشه توضیح و تفسیر کرد بحرانی که در سال 98 به اوج رسید از بحران اقتصادی و بحران آب و بحران محیط زیستی بحران بیکاری تا بحران های دیگری که تجربه شد و حالا هم بحران کرونا نویسنده ادامه داده که باور عمومی چنین ویدیوهایی میتونه بسیار خطرناک باشه و شاید اولین اختار برای مسئولینیه که از کنار بحران های گذشته به آسانی عبور کردند و در گذشت فریبرز رئیس ها اقتصاددان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا این سو سو در مطبوعات ایران دیده میشد روزنامه اعتماد مطلبی داره زیر عنوان اقتصاددان فرهنگی همطور که گفتید این موضوع در روزنامه های اصلاح طلب بسیار مورد توجه قرار گرفته روزنامه شرق تیتر نیم قرن تلاش در راه آزادی و برابری را انتخاب کرده تیتر یک روزنامه اعتماده با چندین مقاله و حسین گنجی در این روزنامه نوشته در روزگاری که تخصص گرایی بیداد میکرد و عموم اقتصاد های ما در لاک اعداد گرفتار بودند فریبرز رئیسدانا از معدود اقتصاددان‌هایی بود که جوهری فرهنگ براش اهمیت بسیاری داشت و هیچ سخن و توصیه اقتصادی بر زبان نمی آورد مگر جامعه و فرهنگ در اون دیده بشه آقای گنجی نوشته فریبرز رئیستانها همچون آب میان بافتی و در قامت یک روشن فکر اقتصاد بلد سعی می کرد آنچه در سیاست گذاری پولی مالی رخ میده سمت طبقه پایین و خاصه اهل فرهنگ رو بگیره و در این مسیر از هیچ اقدامی سخنی و تولید محتوایی دریغ نکرد فردا هم با فرشت قاضی همراه خواهیم بود اجازه بدید که چند از پیام هایی که آمده رو برای شما بخونم پیام است که جوشون شاده ناصر نوشته سلامتی برای تمام مردم جهان آرزوی سال جدید من و نوروز رو این شمنده ما روز شادمانی زمین و آسمون خونده چه قشنگ فریده شمنده ما چند تا آرزو کرده الان که این بیماری همگیر شده ریشه شدن این بیماری عادی شدن زندگی در ایران و دنیا با آرزوی بغل کردن فامیل و دوستان و دوباره دور هم جمع شدن به به و آزادی بیان آزادی حجاب خلاصه در یک جمله فقط آزادی میخوایم و شنونده دیگه ای برای ما نوشته آرزو میکنم یک بار دیگه بتونم تو خیابون با خیال راحت راه برم هم و این بار اگر این امکان فراهم بشه قول میدم از دیگران کمتر تلخی به دل بگیرم شنونده دیگه برای ما نوشته امیدوارم که این نوروز نوروزی باشه که واقعا روزی نو برای ما ایرانی ها به همراه بیاره چند سال سخت رو داشتیم و ماهای اخیر بسیار سختتر و شمنده دیگه ای سارا نوشته چند ساله که یک همچین وقتی نزدیکه آرزو میکنم و امیدواریم که سال بعد سال بهتری باشه اما هر سال دریق و بدتر از پارسال برای همه مردم کشورم سلامتی شادی و نجات از گرفتاری ها رو آرزو میکنم سارا جان خدا از دهنت بشنوه بریم سراغ خبرهای ورزشی Ha magányos is élmensz, több hamkámkavém eszközt. خبرهای ورزشی رو با راه حل یوفا برای مشخص کردن وضعیت قهرمان لیگ قهرمانان و لیگ اروپا شروع میکنیم یوفا در نظر داره برای مشخص کردن قهرمان این دو تورنمنت یک مسابقات مینیتورنمنت تورنمنت برگزار بکنه و این هم به این صورت هستش که این مسابقات در روزهای کمتر و به صورت یک همینجور که گفتم یک تورنمنت برگزار خواهد شد تیمها در نتیجه مسافت کمتری طی خواهند کرد و در نتیجه تاثیر کمتری روی لیگ های داخلی کشورهایی که در این مسابقات شرکت دارن و تیم دارن خواهد گذاشت فینال لیگ قهرمانان اروپا قرار در استانبول برگزار بشه و فینال لیگ اروپا هم در گدانسک لهستان ولی از طرف دیگه مسابقات یورو 2020 که قرار هست از 12 ژوئن تا 12 ژوئیه در کشورهای مختلف اروپا برگزار بشه مسئله ای که کشورهای عضو یوفا بسیار به اون فکر میکنن و همین باعث میشه که تیم ها در کشورهای مختلف و در لیگ های داخلی اونها زمان کمتری برای تکمیل کردن لیگ های خودشون و همچنین لیگ های قاره ای داشته باشن. در نتیجه به نظر میرسه که راه برگزاری یک مسابقات کوچک میتونه کمک بکنه که تیم ها هم زمان کمتری صرف بکنن هم به خاطر عقب افتادن مسابقات یوفا بتونه مسابقات رو در زمان کمتری برگزار بکنه و تکلیف قهرمان دو تورنمنت مهم یعنی لیگ قهرمان و لیگ اروپا رو هر چه زودتر مشخص بکنه کاب یوفا هم جلسه مهمی قرار برگزار بکنه از این جلسه برمون بگو دستور جلسه این کنفرانس ویدیویی که امروز برگزار میشه چند مسئله بسیار مهم هست برگزاری یورو 2020 هست به حال یورو 2020 قرار بوده که از 12 ژوئن تا 12 ژوئیه در کشورهای مختلف اروپایی برگزار بشه ولی حالا با توجه به لغو لیگ کشورهای مختلف به نظر میاد که این تورنمنت در واقع بشه و سال آینده برگزار بشه مسئله دیگه بحث لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا هست که تکلیف این دو تورنمنت مهم چه خواهد شد مسئله دیگه ای که فکر میکنم مسئله مهمتری هست برای کشورهای عضو بحث لیگ های داخلی کشورهای مختلف هست بحث حمایت کننده های مالی لیگ های مختلف لیگ اروپا لیگ قهرمانان اروپا و پخش کننده های تلویزیونی هم اینجا مطرح هست اونها هم باید با کل مجموعه یوفا و کشورهای مختلف به توافق برسن به هر حال ضررهای زیادی هم اونها داشتن و باید ببینن که چه کار میخوان بکنن برای ادامه فصل فوتبال در اروپا همونطور که در مرور روزنامه ها هم شنیدید فریبرز رئیسدانا اقتصاددان و روزنامه نگار درگذشت آقای رئیسدانا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در تهران درگذشته با دوست و همکار قدیم او مسعود بهنود صحبت کردم درباره او و آنچه که در عرصه اقتصاد در مطبوعات کرد دکتر رئیستانا به دلیل اینکه درس خونده بود و درس در انسی خونده بود در اینجا در لندن اقتصاد مادر خونده بود و اقتصاد تطبیقی بنابراین وقتی که همون نزدیکی های انقلاب سرازی شد و طرف تهران یعنی دیگه از فشارهای ساواک خلاص شد چون قبل از اون از زمان دانشجویش گرفتار بود و یکی از دلایل رفتنش به بریتانیا هم فرار از دست ساواک بود و دیگه حالا وارد جامعه انقلاب زده شد و فعالیت اجتماعی پیش گرفت از جمله اینکه در اولین دوره مجلس اسلامی رفت کاندیدا شد از بوین زهرا و بعد از اونجا داستان شروع شد طبیعتا نذاشتن اون نماینده مجلس بشه و در حالی که او در اون موقع زیاد حرف نزده بود هنوز زیاد مقاله ننوشته بود و این ادالت خواهی نوعا چپ او آشکار نشده بود به عنوان شخصیت ملی بیشتر دیده می شد شبیه مرحوم فروهر بود در حقیقت و بسیار شجاع و, و وارد صحنه شد و در نتیجه اون شکست وارد فعالیت های مدنی و سیاسی شدیدتری شد معترض شد و مخالف بلند گوش شد جوان بود هنوز سی سالش بود و به همین دلیل هم به سرعت تونست خودش رو به عنوان یک استاد دانشگاه جا بندازه و بسیار مورد توجه جوان ها قرار بگیره از اینجا به بعد فریورز یه بیشتر اوقاتش رو حکومت تقریبا نگذاشت که تدریس کنه کارت مورد علاقش ولی او تدریس رو از جانب رسانه ها به اخته گرفت وارد مجلات شد به روزنامه ها مقاله داد مصاحبه کرد کتاب نوشت و دیگه تبدیل شد به یه چهره شناخته شد آقای بینود خاطره که من از آقای رئیس دارم اندیشه ایشون نزدیک بود به چپ و در سالهای خیلی دور خاطرم هست در مراسم ختمی بود ایشون رو دیدم و بعد متوجه شدم او هم فکران او و اندیشمندان و دیگر اندیشانی که ما زیاد در رسانه ها ازشون نمیشنویم با هم جلسات مداوم دارن بسیار جدی بسیار با دیسیپلین و نظم و مطمئن هستم شما مملو هستین از خاطرات شخصی از او چه جور آدمی بود سرش درد میکرد برای ماجرا و همیشه دنبال سوژه ای میگشت به نفع مردم یه دوره فلسفه خونده بود میگه اصلا من فلسفه رو به خاطر مردم خوندم این عدالت خواهی میتونم بگم که در 40 سال گذشته فریبوز رو از یه چهره ملی که احیانا یه ذره گرایش چپ داشت برده بود به سمت یه چپ فعال خیلی جدی و معتقد بود که در دوره جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که در مرگ بر امریکا نهفته هست اون چیزی که داره عمل میشه یک نوعی اقتصاد منحت هست و اون چیزی که باید عمل بشه برعکس اینه و به این دلیل او دیگه بسیار نزدیک شده بود و در حقیقت میشه گفت تو این چهل سال او آهست آهسته از بخش اصلی جناه ملی فاصله گرفت و به جناه چپ نزدیک و نزدیکتر شد و در همین مقام هم زندان رفت البته باید تاکید کرد که نزدیک بود دکتر رئیس با جناه روشنفکران و به خصوص حضور فعالش در کانون نویسندگان یکی از دلایل اصلی زدیت دستگاه امنیتی همیشه با او بود اجازه بدید باقی مسئول بهنوت همراه بمونیم این بار برای مرور هفتگی کتاب کسی خانه نیست نشد نوین تازگی منتشر کرده و حتی صدا رو هم باش منتشر کرده این مجموعه مجموعه بسیار شیری نیست برای تاریخ ادبیات ایران چرا؟ به خاطر اینکه چهارده نفر از ای ترین زنان نویسنده ایران رو که تصور میکنم هیچ کدوممون دربارهش تردیدی نداشته باشیم انتخاب کرده و برای اولین بار در تاریخ ادبیات ایران است که این گروه با هم جمع شدن؟ با هم قصه هایی نوشتند و دادند و با هم هم اون رو خوندند و به طوری که الان یک کتاب خیلی خوب داریم از کسی خانه نیست که مجموعی از داستان های نایی الهام فلا، شیوا مغانلو، آلی عطایی، فرشته احمدی، الهام کاغسچی، زوها کازمی، ساناز زمانی، فرشته نوبخت، توکتم توسلی، محسا ملک مرزبان، مریم سمی زادگان، آتوسا زرنگارزاده شیرازی و افسانه احمدی نمیتونیم بگیم که همه زنانی هستند که در این دوره خیلی سرگذاشتن ولی حرفی ترینشون شاید بشه گفت و این مجموع هم هنرش به عهده الهام فلاح هست که خودش یکی از نویسندگان این مجموعه است و همه با هم هنر کرده اند و کسی در خانه نیست بشنویم که الهام فلاح چجوری این کتاب رو توصیح میده تاریخ را مردان نوشتهاند و تاریخ ادبیات را هم اما هیچ تاریخی نمیتواند در مقابل حضور مقتدر کلمه ها جدا از جنسیت تقریرگر ایشان ارزندام اندام کند یا کمر به حذف ببندد نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ادبیات ایران نشان از حضور زنانی دارد که گاه مجبور بودند به خاطر گیر و گرفتاری های جامعه سنتی خود یا مردانه بنویسند یا از قید نوشتن و انتشار آن از شر قضاوت ها و واپس رانده شدن ها بگذرند از رابعه کعب قزداری تنها زن منقول در تذکرت الاولیای اتار که بگذریم در ادامه تاریخ نیز ذکر زنان شاعر و نویسنده آنقدر کم است که در میان انبوهی از نامها و القاب بزرگ مردانه گم می شود. گذار از جهان گذشته به جهان معاصر اما این فرصت را فراهم آورد تا زنان سری بلند کنند و آنچه را در تمام تاریخ می دیدند به زبان بیاورند زنان به زبان آمدند و نوشتند جرقه مهمش در ادبیات معاصر ما وقتی هنوز داستان نویسی به چابکی امروز نرسیده بود در ادبیات و زندگی فروغ فرخزاد و سیمین دانشور اتفاق افتاد تاریخ مزکر نه تنها نتوانست صاحبان این نام ها را حذف کند که تمام قد به احترامشان ایستاد و پذیرفت که فرهنگ و هنر را جنسیت به فراز و فرود نمی کشاند. آنها تاریخ را خلاصه کردند خلاصه برای یک ادامه پربار نویسندگان این مجموعه منتخبی از زنان نویسنده معاصر هستند که به جهت کیفی و کمی از چهره های شناخته شده داستان امروز ایران به حساب می آیند. تنوع و گوناگونی نویسندگان مجموعه حاضر باعث می شود مجموعه چند رنگ از همه نوع سلیقه و نگاه و قلم مهیا شود. از داستانی که زن قهرمانش به واسطه داشتن استقلال و بنیه مالی قدرت تصمیمگیری و نجات دهندگی دارد و زنی که از فرد ملال به بازی ذهنی قتل و کشتار همجنسان خود مشغول است زنی که اهل خط مرزی و پابسته تابوهای دوگانه و تبعیض ملیتی است و زنی که معتقد است گاهی باید از راه های غلط به جاهای درست رسید گراف گربه نشر روزنه منتشر کرده است و نه به دلیل اینکه این تازگی ها منتشر شده در اصل چاپ سومش است و قبلا هم چهار سال پیش منتشر شده بود اما این بار ترجمه به فرانسش رو هم نشر شمومه در است و بنابراین حالا دیگه با یک کتابی رو برو هستیم که در سطح جهانی هم داره عبور میکنه نویسنده هادی تقیزاده تا کتاب داره نوشته فشار آب بر دنیای عجیب دلکو باواریا و چند داستان دیگر و شب بخیر سلطان اصولا ادبیاتی که آقای تغیزاده در این کتاب به کار میبره یه جوری میشه گفت منحصر به فرده شاید در بیان جهانی منحصر به فرد نیست برای ماهایی که این اواخر به خصوص فیلم های تخیلی علمی زیاد میبینیم اصلا منحصر نیست ولی قصه های از این قبیل به قلم نویسندگان خودی کم خونده ایم و باید گفتش که هادی تقیزاده برای همینه که معتقد است که کلاس های ادبی و این نهل های ادبی که به وجود میادش اینها کارساز نیستن بلکه باید در وجود آدم باشه مثلا معتقد است که اینا که زیر اسم آدم های بزرگی مثل گلشیری و براهنی و اینا آمدن یا از دانشکده آمدن بیرون این،, این نیست قصه بلکه قصه جای دیگه میره واقعا هم باید گفتش که وقتی خود گراف گربه رو میشنویم باید متوجه بود که با یه نوع قصه تخیلی کاملا آسمانی روبرو هستیم و اینجا هادی تقیزاده شاید اولین کسی باشه که این نوع ادبیات رو در این برنامه معرفی میکنیم پس گوش کنیم بخشی از کتاب گراف گربه با صدای هادی تقیزاده نویسندش پیاده از میان دشتی سرسبز گذشت و صبح روز 24 چهارم در میان دشتی بی انتها ساختمان بزرگی دید که انگار اوریان و لخت در میان تالاری سبز ایستاده بود جلوی دروازه فلزی ساختمان دو قول بلند و کوتاه نگهبانی می دادن. در یکی از دستهایشان چماغ چوبی و در دست دیگرشان شاخه درخت سیت بود که با آن دندانهایشان را خلال می کردن. قول کوتاه که رئیس قول بلند بود پرسید کجا میری؟ میلوش گفت دنبال پادشاه شما سلیمان میگردم قول بلند ملچ ملچ کنان گفت ما همچی چیزی نداریم قول کوتاه به قول بلند گفت داریم تو بچه یادت نمیاد سر چماغش را روی زمین گذاشت و بان تکیه داد و گفت ما اسیر او بودیم حالا سالهاست که او مرده و ما آزادیم میلوش پرسید پس این قصر باشکوه متعلق به کیه؟ اینجا قصر نیست اینجا کالج دپج دانشگاه دروس پیشرفته جادوگر هاست میتونم برم توی ساختمون؟ بلدی چی کاری کنی؟ چی رو چی کار کنم؟ چه کاری میتونی انجام بدی که مردم عادی نمیتونن؟ منظورت آدم کشی و سلاخی و شکنجه و گول زدن و دروغگویی در سطح وسیعه؟ آره تقریبا و چیزای دیگه من تو سیاره خودم آدم کاریزماتیکی بودم ولی کسی رو نکشتم تقریبا دروغ بزرگی هم نگفتم بول بلند خورناس کشید پس نمیشه بری تو بزن به چاک تا کله گنده تو داغون نکردم میلوش گفت ولی میتونم یه کارایی بکنم مثلا بشم مثل نور و به هیئت نور از لای پا و چماق قول و کوتاه به سرعت عبور کرد و وارد کالج دپت شد به این ترتیب به پایان ساعت اول چشمانداز بامدادی بی بی رسیدیم اگر که ما رو ترک میکنید روز بسیار خوبی داشته باشید و امیدوارم که چهارشنبه سوری بهتون بیرون که نباید برین خوش بگذره بری به هر حال و اگر همچنان با ما هستید برای تازه ترین خبر همچنان با ما بمانید لحظاتی قبل خبر آمده که شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده آمریکا قرنطینه شده جزئیات بیشتر این خبر تا لحظه دیگر در بولتن خبری ساعت 8 صبح به وقت تهران اینجا لندن است رادیو بی بی